تشکر میکنم همکار عزیز سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا امیدوار هستم باز هم تایدم تا روزه را به خوشی سپری کرده باشید و از فیضات و برکات امروز استفاده اعظمی ما و شما هم استفاده کرده باشیم موضوع برنامه امروز ما در رابطه با خانم های هستند که در عادت ماهوار قرار دارند خب یکی از شروط عبادات که دین مقدس اسلام بیان میکنه هم در مورد مردها هم در مورد خانم ها یکیش یک خود اسلام که طبیعی است اسلام شرط است به خاطر که اگر مسلمان نباشه با پذیرفته نمیشه بعد از او عقل بودنش است که باید عقل بوده باشه اگر دیوانه عبادت میکنه خب تنها انجام داده دیگه عبادتش به عنوان مکلفیتش نیست به عنوان عبادت پذیرفته نمیشه و همچنان بالغ بوده باشه <تصفح> که در مورد مجموع مسلمان ها است خانم ها و مردا اما در مورد خانم ها یک شرط مراعات میشه که باید طاهر باشه طهور یعنی پاکی باشه در جریان طهرش بوده باشه ببخشید <coughs> در جریان صحتمندیش بوده باشه بنابراین اگر در جریان صحتمندی نمی باشه عادت ماهواری که طبیعی از بالشان داره که حد اقلش روزه، روز است حد اکثرش در روز است در این جریان اگر می بوده باشه تمام عبادات به حالت تعلیقی می عبادات که البته فرض است در حالت تعلیق قرار می گیره بنابراین مثلا روزی رمضان بالایشان فرض نیست چرا مخاطب قرآن عظیمشان مخاطب الله جل تو در اینجا قرار نگرفتین نمازها بالایشان فرض نیست به خاطر که مخاطب الله جل تو قرار نگرفتین نمازهای نفل نمیتونن اما باز دیگر اعمال انجام داده میتونن مثلا صدقه داده میتونن که از فیضات برکات ماه مبارک رمضان استفاده کنن و اگر حافظ قرآن کریم مثلا تلاوت کرده میتونن ذکر خداوند جل تعظمت را انجام داده میتونن که ذکر خداوند جل تعظمت بکنن حتی باز دانشمندا میگن حتی تلاوت قرآن عظیمشان از روی قرآن عظیمشان کرده میتونن مادامی که به قرآن کریم لمس نکنن چون الله جل و علاه تو منع کرده گفته قرآن کریم لمس نکنه تا زمانی که طاهر پاک نبوده باشه اما از طریق موبایل از طریق آیپد از طریق تبلت کامپیوتر از این طریق دانشمندها اجازه دادیم که تلاوت قرآن از این نکنن چون مسلمان در حالت در اصلا نجس نیست الحمدلله بلکه حالت ظاهری از این حالت پاکی نیست با اون های ظروف شرایط عبادت که عملا انجام بته نیست پس از کاری که میکنه از کارهایش معنوی تلاوت این موارد معنوی است الله جلت از امتو یاد نشسته استاده در خواب در پهلو هر گونه میتونه اما روزه ماه مبارک رمضان بالاش فرض نیست نماز نیست خب قضای نماز آوردن نمیتونه چون بالش سختی میشه روز پنج وقت نماز اگر که فرض میکنیم نو روز ده روز در حالت مریضی ببانه ببینیم حتی پینجا وقت نماز بالش قضایی میمانه از این جهت چون آسانی را قرآن عظیمشان میخواه نه سختی را خداوند نماز را عفه کرده اما روزه چون حد اکثر در روز میبوده باشه روزه هست بالش که قضایی بیاره بنا در اینجا باز دوستان می تو فکر میکنن که کمبود می باشد در عبادتشان نه چون در حالت طهر خداوند گفته روزه بگیری در حالت مریضی گفته نگیری پیغمبرش منع کرده بنا امو اندازه ثوابی را که مردها به خاطر روزه گرفتن میگیرن به اندازه ثواب و خانما به خاطر نگرفتنش میگیرن چون احکام شریعت اسلام متشکل از امر و نهی است اگر امتثال امر کنیم خداوند ما را امر کنه یک کار انجام بده از ما بخواه انجام بدیم که انجامش دادیم امتصال امر کردیم مکافات ما میکنه اگر ما را بگه انجام نتی و نهی شیم از کار او کار ترک بگیم باز ترکش ما را خداوند جل ما تو اجر میده مثلا آب زمزم استفاده میکنیم ثواب داره شراب نمیخوریم ثواب داره پس بناهن کسی که روزه میگیره به این فکر نباشه که مثلا یک شخص خودش روزه گرفته خودش مستحق اجر است اما خانمش با از آدرس از که مریضه هست روزه نگرفته این مستحق اجر نیست مکافات شریعت اسلام هم مستحق نمیشه یا ای عبادت را انجام داده نتونه در دا حالت تاریخ من نه روزه گرفتن مرد اینجا عبادت است به خاطر که خداوند گفته روزه بگیر این روزه گرفته و نگرفتن خانم در حالت مریضی شباهت است به خاطر که خود شریعت گفته نگی پس بنان ایش امتصال امر کرده و امتصال نهی کرده بناهن در جریان مرضش نمیتونه روزه بگیره اما صدقات میتونه داده صدقات از فیضات برکات ماه مبارک رمضان غیر از عبادات انجام دادنش هر کار دیگر را میتونه مکلفتی که از بالش غیر از او دیگه عبادت کرده میتونه ذکر کرده میتونه صدقه کرده میتونه تلاوت کرده میتونه از حفظ خودم تلاوت کرده میتونه و آیت رکد نماز میخوند و آیت تنهایی تلاوت کنه میتونه از روی هم قرآن کریم به نظر اکثر دانشمندا میتونه اما به شرط از اینکه لمسش نکنه یا حداقل دسکچ بوده باشه یا یک وسیله بوده باشه که با قران کریم مستقیم تماس نگیره و باز دانشمندا که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده و قرآن کریم هم در تلفن ها هم در آیپد و کامپیوتر است از هم چون لمسش مستقیم به قران کریم نیست در برنامه و سافت است بناان میتونن اونها تلاوت قرآن عظیم داشته باشن و از فیوزات و برکاتش استفاده کنن و مایوس هم نباشند که ما مریض هستیم در جیران مریضی از عبادت محروم هستیم نه نگرفتنش خودش در این وقت عبادت پنداشته میشه و از الله جلت تو مسئلت داریم تا عبادات ما را امروز به درگاه خود بپذیره کمی کسی که میباشه از او شمپوشی کنه و اقماس کنه و ما را شامل مرحمت و مغفرت خود قرار بدهد